در حالی که جنگ همچنان در شمال و جنوب اسرائیل ادامه داره و امروز شاهد حملات بزرگی از سوی اسرائیل در بیروت، در منطقه ضاحیه و همچنین در جنوب لبنان، نباتیه و بعلبک و غیره بودیم و همچنین حملات حزب الله لبنان هم به شمال اسرائیل به شهرهای مانند حیفا ادامه داشت. همچنان اسرائیل به آمادگی برای حمله قریب الوقوع جمهوری اسلامی، به واکنش حمله اسرائیل ادامه داره. در اسرائیل گفته میشه که همه سامانه های هوایی این کشور از جمله گنبد آهنین فلاخن داوید، پیکان های 1، 2، 3 و همچنین سامانه جدید هوایی تات که از ایالات متحده به اسرائیل اومده، همه در حال آماده باش هستند. در این حال ایالات متحده میگوید که هنوز نشانه هایی از آماده سازی حمله جمهوری اسلامی در دست نیستش، اما ارزیابی ها بر این هستش که پس از آنکه رهبری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران اعلام کردند که حمله ای سنگین را به اسرائیل برنامه ریزی می کنند و انجام خواهد شد، این حمله در آخر انجام خواهد شد. و در همین راستا هستش که ایالات متحده هم در کنار اسرائیل دست به آماده سازی های گسترده و تقویت نظامی و تجهیزات رهگیری و تهاجمی در منطقه کرده. امروز خبرهایی در رابطه با رسیدن هواپیماهای F-15 ایالات متحده که برای رهگیری پهبادها آماده شدند شروع شده. همچنین گفته شده که 6 بمب افکن استراتژیک B-52 هم در منطقه حضور داره. این B-52 ها هواپیماهای تهاجمی هستند که امکان داره که پس از حمله جمهوری اسلامی ایالات متحده به همراه اسرائیل برای حمله به جمهوری اسلامی از اونها استفاده بکنه. و همچنین هواپیماهای سوختگیری هم که به منطقه رسیدن درست برای همین هدف هست، یعنی نه فقط آمادگی برای دفاع بلکه آمادگی برای پاسخ هم بین دو کشور در حال انجام شدن هستش. در کنار اون گفته شده که ناوهای هواپیماور ایالات متحده در حال حاضر در منطقه حضور ندارن. هر دو ناو هری ترومن که در حال تمرین با نیروهای ناتو هستش و ابراهام لینکلن هم که قرار هستش به آمریکا بازگرده، اما در کنار اون بیش از 43,000 سرباز آمریکایی در حال حاضر در خاورمیانه به سر میبرن و منتظر واکنش جمهوری اسلامی به اسرائیل هستند. بابک اسحاقی، اسرائیل.